صدای ستارگان، نام ترانه ماندگار در عرصه موسیقی ایرانی که جامعه فرهنگی زنان ونکوور آن را برای مراسم یادبود خواننده تصنیف پروین برگزیده بود. خواننده‌ای که عبدالحسین مختاباد میگوید تأثیر صدایش در موسیقی ایران همواره باقی خواهد ماند. خب این بی‌سلیقگی جامعه بوده و فشارهایی که در جامعه وجود داشته بخش عمده و نیمه موسیقی ما که بانوان باشن خصوصا در عرصه خوانندگی رو محروم شدن و مردم بیشتر محروم شدن و آهنگسازا بیشتر محروم شدن که بتونن آثار رو خلق بکنن و به گوش جان مردم برسونن. پرویز نزاکتی استاد آواز که در برنامه گلها با پروین آشنا شد هم میگوید حذف زنان از عرصه آواز باید به پایان برسد. خوشحالیم که در گذشته این فرصت بود برای زنان واقعا هنرمند ایران که خودشون نشون میدن. با کمال تأسف الان در شرایط ایران زنان بسیار ارزنده‌ای هستن که باعث افتخار در تمام زمینهای هنری، مثلا در زمینه آواز که متاسفانه فرصت عرضه خوار هنریشون رو ندارن. امیدواریم تحت این شعار زن زندگی آزادی این زنان بتونن هنرشون عرضه بکنن. چگونه سایه سیاه سرکشم اسیر دست آفتاب می شود، نگاه کن. پروین که بعد از گلهای ایران سالها سکوت نصیبش شده بود با دکلمه اشعار مورد علاقش هنر را در خود زنده نگه می داشت. هنرمندی که مراسم یاد بودش هزاران کیلومتر دورتر از خانه به همت دوستی برگزار شد که دکلمه های پروین را با نوای ستارش بر صحنه برد. من و پروین جون یه پروژه ای رو چند سال پیش شروع کردیم برای ضبط دکلمه های ایشون و اینکه من در واقع روش ساز بزنم و با پروین صحبت میکردیم، همیشه میگو آرزوم اینه که با تو رو صحنه باشم و بعد از این همه سال که ایشون رو صحنه نبود امشب برای بعد از این سالها در واقع من و پروین با هم رو صحنه رفتیم و این برای من خیلی با ارزش. دوستداران آواز و هنر ایران به یاد پروین و با قطعاتی که از او به یادگار مانده با این هنرمند پرآوازه تجدید خاطرات کردند، خاطراتی که در آنها صدای زنان در اوج آسمان ها بود. کامران ملکپور، ونکوور.